تحلیلی بسیار خوش اومدی قرار هستش که توی این ویدیو راجع به میم کوین ها صحبت کنیم از بزرگان میم کوین ها که حوزه های خوبی رو واسه خودشون انتخاب کردن میخوایم ببینیم که بین این 5 تا ارزهای دیجیتالی که خیلیاتون اسمش رو میشناسید و خیلی هاتون داخل سبد کیف پول خودتون دارید میخوایم بدونیم که کدوم یکی از اینها در آینده رشد بهتری رو نسبت به اون یکی خواهد داشت و دیگه سرمایه روی مثلا یه میم دیگه ما ند... داشته باشیم یکیش رو انتخاب کنیم و ببینیم که آیا پتانسیل دار هستش واسه اینکه جج خوبی رو داشته باشه یا نه قرار هستش توی این ویدیو راجب این موضوع پردازیم خب تو بخش میم کوین ها اگر نگاه کنیم ما خیلی میم کوین های زیادی داخل مارکت داریم مثلا از لازر رنکینگ دوچ کوین اولین هستش شیبا اینو پپه فلوکی میم رو داریم ارزشال بونو داریم مربوط به شیبا هستش بونک رو داریم اینجا که چند روزی بودش که ترن شده بود رشدای خوبی رو تجربه کرده بود که تحلیل بون کم رفتیم بیبی دوچ کوین داریم که بزرگترین اونها سه تا اول چهار تا اول و اگر نگاه کنیم دوچ کوین شیبا اینو هستش ارز دیجیتال پپه و فلوکی و پایین تر بیبی دوچ کوین هم هستش قرار هستش که این 5 تا رو هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که بین این پنج تا کدوم یکی پتانسیل بهتری رو داره واسه اینکه جهش خوبی رو داشته باشه که قرار هستش از لحاظ نمودار به این موضوع بپردازیم یه نکته ای که هستش داخل مارکت خیلی کریپتو وجود داره ارزهای دیشال خیلی زیادی وجود داره که میم کوین هستن و به اصطلاح این میم کوین ها حالا پامپ خوبی رو میتونن داشته باشن ولی چون که یه تایمی اگر یادتون باشه یا به اصطلاح میتونیم یه بولران میم کوین ها سال 2020 اتفاق افتاد و عجیب غریب اومدن روش کردن رشد خیلی فوق العاده داشتن این باعث شد که خیلی ها علاقه شون به میمکوین کوین زیاد بشه و همین الان هم دارن سرمایه میکنن که در کل ما برگردیم به قبل 2020 اصلا میم داخل مارکت وجود نداشت و هیچ کسی سمت این ارزهای دیجیتال نمیرفت ولی وقتی که رشد خوبی رو تجربه کردن به این دید دارن ازش خرید انجام میدن از میم کوین هایی که حالا اسمشون عجیب خریب هستش که اونها هم بتونن رشد های فوق العاده ای رو داشته باشن ولی در کل داخل بازار من همیشه میگم بین میم کوین هایی که پر ریسک هستن ما دو تا میم کوین داریم یک میم کوینی که پر ریسکه و یه میم کوینی که ریسک کمتری داره اونایی که ریسک کمتری رو دارن رشد های از قبل تجربه کردن یعنی اون بیرون ایتالی ایتالیا هستن مثل دوچکون شیبا پپه که پامپای خودشون رو تجربه کردن و داخل بازار کریپتوکارنسی بر اساس مارکت کپ یه حرفی واسه گفتن دارن که اونا میم کوین هایی هستن که ریسک کمتری رو دارن پر ریسکا کدوم هستن اون ارزهای ایتالیا هستن که هم تعداد صفراشون زیاده و هم از لحاظ مارکت کپ بسیار ضعیفه مثلا میام پایین تر اینجا مارکت کپ مثلا میم کوین اینون نگ... کینگ رو نگاه کنیم که یه میلیون دلار هستش خب مارکت کپ پایین داره نسبت به مابقیش و ریسک بالاتری رو هم داره یا برخی میم ها رو میبینیم که مارکت کپشون شاید به 5000 دلار هم نرسه ولی با اینها خیلی ها سرمایه گذاری انجام میدن که به اونها میگن میم کوین پر ریسکه باید مواظب خودتون مواظب دارایی های خودتون باشید که کجا سرمایه گذاری میاین انجام میدی خب بریم شروع کنیم اول از همه دوچ کوین رو داریم اینجا ارز شیبا اینو رو داریم اینجا بیبی دوچ کوین رو داریم اینجا پپر رو داریم اینجا ارز دیجیتال فلوکی اینو رو داریم یا فلوکی یه تایم فلوکی اینو بودش نکته ای که هستش به خیلی مهمه تک تک اینا که اسمش رو بهتون گفتم فلوکی و پپه و بیبی دوچ کوین و شیبا و دوچ کوین تک تک اینا رو ما ویدیو ویدیوهای جداگانه واسهشون داریم آپدیت تحلیلشون رو همیشه انجام میدیم آپدیت میکنیم مشکلی باشه رشد داشته باشه قبل از اون بهتون اطلاع میدیم که در حال حاضر هم از لحاظ رنکینگ میخوایم بررسی کنیم و هم از لحاظ این بررسی کنیم ببینیم که آیا رشد بهتری رو میتونن داشته باشن یا نه خب اول از همه با دوچکای میخوام شروع کنم دوچکای مارکت کپ شند 10 میلیارد دلار هستش درسته رنگ فعلیش 9 بین 10 تا کریپتوی برتر نوسان میکنه توتال ساپلای دوچکوین یک میلیارد تا از دوج کوین وجود داره در حال حاضر مکس ساپلایش یک معایبی که وجود داره و خیلی ناامیدمون میکنه بی نهایت هستش یعنی جلوی دوج کوین باز هستش که تعداد کوین هاش زیاد و زیاد و زیادتر بشه داخل بازار کدوم ارزهای دیجیتال خیلی ترندن خیلی رشد خوبی رو تجربه میکنه اونایی که تعداد کوین کمتری داشته باشن تعداد توکن کمتری داشته باشن اونا راه بهتری رو دارن واسه این که پامپ های خوبی رو داشته باشن دوچ کوین هم از قبل پامپ خودش رو تجربه کرده و از این به بعد احتمالش وجود داره ببینیم پامپ ها رو نگاه کن علکی نبوده مثلا ایلاماس دویت زده و رشد خوبی رو تجربه کرده بعد از اینکه دوچ کوین پامپ خودش رو تجربه کرد اکثر میم کوین ها وارد مارکت شدن شیبا و بیبی دوج و پپه و فلوکی و همشون هدفشون اینه که پامپ عجیب غریبی داشته باشن رشد بهتری رو داشته باشن نسبت به دوچ کوین حالا اون ارزهای دیجیتالی که پامپ خود شون رو تجربه کردن کوین فکر کنم بیشترین پامپ داشته دیگه در چند سال گذشته قبل سال 2021 تا بین این 20 تا 21 رشد بیشتر رو نسبت به مابقی کریپتوها داشته پس از لحاظ رنکینگ دیگه فکر نکنم از این نوحی که وجود داره اینجا جا به جا بشه بشه مثلا 7 یا 8 و سمت دوچ کوین رفتن الان در حال حاضر مناسب مثلا بخوایم سرمایه‌گذاری بگیم خیلی نیستش چون که هم رشد خودش رو تجربه کرده هم هم بی نهایت مکس آپلای داره که از یه طرف اجازه یه نمیده قیمتش روش کنه پس اینا خیلی مهم هستش ارز دیجیتال بعدی شیبا اینو حالا دوچ کوین ما فهمیدیم من سعی میکنم همیشه رک بگم این ویدیو چون که میخوایم بهتر بدونیم که آقا مثلا ارزش این رو داره که ما بریم روی رمز ارزی باشیم و نگهداریش کنیم چند سالی ارزش حالا شیبا اینو قیمت فعلی شنده 1 2 3 4 5 0 80 داره نوسان میکنه شیبا رو که همیشه من آپدیت تحلیل میذارم مارکت کپ شنده 4 میلیارد و 700 میلیون دلار هستش ولیوم و 24 ساعت 200 میلیون دلار رنگ شیبا اینو 19 درسته یه تایمی رنکش بود بود چه، چهل بود یه تایمی رنکش سی بود همین جوری افزایش داده رسید به رنک هفتم هشتم نهم نه دهم و بعد افزایش پیدا کرد رنکش شده 19 شیبا از لحاظ فاندامنتال از لحاظ فاندامنتال بسیار قوی داره عمل میکنه و مناسب سرمایه گذاری هستش برای اینکه نگهداری انجام بدیم رنک شیبا از عدد 19 تغییر کنه بشه عدد 14 13 12 این عدد ها رو ببینه سود خوب رو می میتونیم ازش بیایم کسب کنیم توتال ساپلایش نگاه کنیم نسبت به دوچ کوین زیاده قیمتش هم خب تعداد صفر زیادی داره توتال ساپلای 589 تریون وجود داره و توکن سوزی داره انجام میده و این داره کاهش پیدا میکنه نکته جالبش ببین مکس ساپلای دوچ کوین میبینیم علامت بی نهایت داره ولی شیبا اینو دو تا خط داره یعنی فعلا مکس ساپلایش تایید نشده از کم و زیاد میشه ولی بیشتر نمیشه ولی کوین مکس زیاد میشه پس از این لحاظ شیبا اینا یه قدم از دوج کوین قوی در هستش و میتونه وضعیت مناسب تری رو داشته باشه و به دید بلند مدت مناسب سرمگزاری هستش ارز دیجیتال بعدی بیبی دوج کوین بیبی دوج کوین هم از یه طرفی خیلی وقتا ترند میشه یه موجی واسش وارد میشه هجوم هج... میارن ازش خرید میکنن پاپ میکنه دوباره برمیگرده به سمت پایین و نکته که هستش داخل بیبی دوج کوین کل نمودارش نگاه کن از لحاظ نمودار داخل کف قیمتی خودش هستش کاری به فاندامنتال و قیمت ندارم این نموداره داره میگه که آقا بیبی دوج کوین الان کف قیمتی خودش داره نوسان میکنه اینجا کف قیمتیش هستش محدوده ای هستش که بیبی دوج کوین داره نوسان میکنه پس وقتی که یک ارزش میرسه به کف قیمتی خودش انتظار خواهیم داشت که رشد بیشتری رو داشته باشه رشد بهتری رو داشته باشه درسته پس بیبی بی کوین این هم واسهش میتونه اتفاق بیفته ولی از نمودارش چه چیزی رو ما متوجه میشیم از نمودار دارش داریم متوجه میشیم هر پامپی میکنه همونو دوباره پس میگیره ببین اینجا پامپ داشتیم ریزش کرده اینجا پامپ داشتیم ریزش کرده اینجا پامپ داشتیم ریزش دوباره پامپ ریزش و الان رسیده به یه جایی که یه پامپ دیگه خواهیم داشت داخل به کوین و اینو بدونی که وقتی پامپ اتفاق میفته مواظب باشید سیو سود انجام بدید و ازش خارج بشید تمام شد رفت دیگه نه حرف اضافی بزنیم نه زیاد از لحاظ فاندامنتال هم فاندامنتالش یه کمی نسبت به و ضعیفه. yeah <laughs> پس توی این قسمت تقریبا شیباینو از هر دوتای اینها جلو هستش ولی از از قیمتیش بیبی دوش کف قیمتی خودش هستش ارز دیجیتال پپه از از فاندامنتال از همه اینها ضعیفه از بیبی ضعیف ضعیفه از شیباینو ضعیفه از دوش کوین ضعیفه ولی از لحاظ قیمتی هم جای مناسبی خیلی نیستش یعنی قیمت میتونه کاهش بده کنه پپه دیده بلند مدت آره میشه یه سرمایه خیلی کوچیکی ازش انجام داد ولی چون که رشد خودش رو تجربه کرده و یه میمکنی بوده که خیلی مثلا همینجوری آوردنش بالا انتظار مثلا سودای عجیب غریبی ازش خیلی نمیتونیم داشته باشیم ولی در کل مناسبت سرمایه‌گذاری هستش ما میگم بچا از یه رمز صحبت میکنیم تک تک اینا رو آپدیت تحلیل جداگانه ما میذاریم راجع بهشون صحبت میکنیم پس پپه هم میاد کنار دوچکوین کوین یعنی پپه دوچ کوین یه کمی وضعیت ضعیف‌تری رو دارن نسبت مثلا به کوین شیبا اینا ارز دیجیتال بعدی هم که مربوط هستش به ارز دیجیتال فلوکی یا قبلترها فلوکی اینو بودش یه مزیتی که داره فلوکی این پتانسیل رو داره که جهش های خیلی خوبی رو داشته باشه قیمتش شنده 4 سی داره نوسان میکنه مارکت کپش جای خوبیه 130 290 میلیون دلار پتانسیل اینو داره که مارکت کپش افزایش بده کنه بشه تقریبا 70 60 این محدوده‌ها ها نوسان کنه مکس اپلایش رو نگاه کنیم توتال ش نگاه کنیم 9 تریلیون تا ازش وجود داره داخل مارکت و تعدادش کمه زیاد نیستش ولی هم از لحاظ قیمتی مناسبه کل نمودار فلوکینو رو اگر بخوایم نگاه کنیم وضعیتش رو این کل نمودار فلوکینو هستش نیاز به یک پامپ داره که هنوز اتفاق نیفتاده نمودار به رو دیدی ببین چقدر شبیه به همن یه پامپی کرده اینجا درسته ریزش کرده به سمت پایین مثل بازار بوده یه پامپ عجیبی داشته ریزش کرده و هنوز پامپی نداره ولی بیویدشکن پامپی داشته پس فلوکینو نگاه داشته نگاه داشته که یک یک پمپ بسیار بزرگ اتفاق بیفته و قیمتش یک رشد خوبی رو داشته باشه از از فاندامنتال فروکینو بسیار قدم بزرگی برداشته و فاندامنتالش هم از پپه هم از بیبی کوین و هم کوین، یه قدم جلوتر هستش و شیبا اینو فاندامنتال هم قدم داره با فلوکی اینو یعنی ببینید در چه حدی هستش فلوکی اینو که فاندامنتال شبیه به شیبا اینو هستش و هم از لحاظ قیمتی جای مناسبی هستش و فلوکی بهتر میتونه نتیجه خوبی رو داشته باشه حالا هر چهار تا پنج تا اینو رو بررسی کردیم و من دیگه به رو گفتم دیگه کدوم یکی بهتر کدومی بهتر نیستش گفتیم مناسب نیستش شیبا رو وضعیت خوبی رو داره بیبی پامپ میکنه سیو کنید پپر رو گفتیم مثل دوج کوین هستش فلوکینا هم گفتیم که مثل شیبا اینو فلوکی و شیبا اینو بین این پنج تا مناسب ترین هستن در حال حاضر هم از لحاظ قیمتی و هم از لحاظ رنگ و از همه لحاظ مناسبه میتونن سرمایه‌گذاری باشن اینم میگم بچا این ویدیویی که داریم منتشر میکنیم ممکنه مثلا فردا یا پس فردا بیایم یه دونه ویدیو بذاریم از پپه بگیم آقا پامپ داره چون که همیشه اتفاق افتاده پامپو میگیریم و ازش سود میکنیم خارج بشیم. پس اینا خیلی مهم هستن که تو ذهن خودتون داشته باشه یه رمزرزی ازش حرف نمیزنیم به قرار بری نیستش که اون ارزشال بعد خوب در کل داریم هر چیزی که داخل نمودار وجود داره رو میبینیم و راجع بهش صحبت میکنیم خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید امیدوارم که از این لذت برده باشید لایک کردن و ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو کامل کنید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا همه دوستان از کانال فر